قربانگاه، داستانی از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. با عرض سلام و درود خدمت همه شما خوبان و عزیزان که همین اکنون شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین. قبل از آغاز ای داستان، عید سعید ادها را به یک کاه که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده استدعا می کنم که یک عید خوب و خوش داشته باشین و با ارزوی یک صلح سرتاسری در افغانستان عزیز ما شما. خواستیم به مناسبت عید ای داستان را تقدیم شما عزیزان بکنیم. آغاز داستان. ابراهیم علیه السلام فراز و نشیب‌های سخت را پشت سر گذاشت و در همه جا و همه وقت تسلیم فرمان خدا بود و در راه او حرکت می‌کرد. همه رنج‌ها را در راه خدا تحمل کرد و در تمام آزمایش‌های الهی قبول شد و شایستگی خود را به اثبات رساند. ابراهیم علیه السلام در زندگی اسماعیل علیه السلام را خیلی دوست داشت، چرا که اسماعیل ثمره عمرش و پاداش یک قرن رنج و سختی هایش بود. به علاوه سالها از او جدا بود و در فراق او می سخت، وانگهی زندگی اسماعیل در ظاهر و باطن در تمامی عدف ها و راه های خداجویی با زندگی ابراهیم در آمیخته بود. خداوند خواست ابراهیم را در مورد اسماعیل نیز امتحان کند. امتحانی که بزرگترین و نیرومندترین انسانها را از پای در می آورد. و آن این بود که ابراهیم با دست خود کارد بر حلقوم اسماعیل بگذارد و او را در راه خدا قربان کند. گرچه اجرای این فرمان بسیار سخت است، اما برای ابراهیم که قهرمان تسلیم در برابر فرمان خدا است آسان است، به قول شاعر: از تو ای دوست نکسلم پیوند، گربه تیغم برند بند از بند. پند آنان دهند خلق ای کاش، که ز عشق تو می دهندم پند. روز اسماعیل که جوان نیرومند و زیبا بود از شکار برگشت، چشم ابراهیم به قد و جمال همچون سرو اسماعیل افتاد. مهر پدری آن هم نسبت به چنین فرزنده به هیجان آمد و محبت اسماعیل در زوایای دل ابراهیم جای گرفت و خداوند خواست ابراهیم را در مورد همین محبت سرشار امتحان کند. شب شد. همان شب ابراهیم در خواب دید که خداوند فرمان می دهد که باید اسماعیل را قربان کنی. ابراهیم در فکر فرو رفت که آیا خواب رحمانی است؟ شب بعد هم این خواب را دید. این خواب را در شب سوم نیز دید. یقین کرد که خواب رحمانی است و وسوسه در کار نیست. توضیح این که ابراهیم میخواست قلبش مالا مال از اطمینان شود و احتیاط میکرد که مبادا وسوسه در کار باشد، با توجه به این که پای کشتن و قربانی کردن در میان بود. ابراهیم در یک دوراهی بسیار پرخطر قرار گرفت. اکنون وقت انتخاب است. کدام را انتخاب کند؟ خدا را یا نفس را؟ او که همیشه خدا را بر وجود خود حاکم کرده، در اینجا نیز هرچند بسیار سخت بود به سوی خدا رفت. گرچه ابلیس سر راه او بیامان وسوسه می کرد. مثلا به او می گفت این خواب شیطانی است و یا از عقل دور است که انسان جوانش را بکشد. ابراهیم که به بت شکن تاریخ نام داشت، اکنون ابلیس شکن شد. جهاد اکبر کرد و با تصمیم قاطع آماده قربان کردن اسماعیل شد، چرا که کنگره عظیم حج قربان می‌خواست، ایثار و فداکاری می‌خواست،
نفس کشی و ابلیس کشی میخواست تا مفهوم واقعی و عینی یابد و امضا شود و مورد قبول واقع گردد. ابراهیم نخواست این موضوع را با مادر اسماعیل هاجر در میان گذاشت. با او گفت لباس پاکیزه به فرزندم اسماعیل بپوشان. موی سرش را شانه کن. میخواهم او را به سوی دوست ببرم و هاجر اطاعت کرد. وقت حرکت ابراهیم به هاجر گفت کارد و تنابی به من بده. هاجر گفت تو به زیارت دوست میروی؟ کارد و تناب برای چی میخوایی؟ ابراهیم گفت شاید گوسفندی برای قربانی بیاورند. به کارد و تناب احتیاج پیدا می شود. هاجر کارد و تناب آورد و ابراهیم با اسماعیل به سوی قربانگاه حرکت کرد. شیطان به صورت پیرمرد نزد هاجر آمد و به حالت دلسوزی و نصیحت گفت آیا می دانی ابراهیم اسماعیل را به کجا می برد؟ گفت به زیارت دوست. شیطان گفت ابراهیم او را می برد تا به قتل برساند. هاجر گفت کدام پدر پسر را کشته است؟ مخصوصا پدر چون ابراهیم و پسر مانند اسماعیل را. شیطان گفت ابراهیم می گوید خدا فرموده است. هاجر گفت هزار جان من و اسماعیل فدای راه خدا باد. کاش هزار فرزند می داشتم و همه را در راه خدا قربان می کردم. هاجر چند سنگ از زمین برداشت و به سوی شیطان انداخت و او را از خود دور کرد. وقتی که شیطان از هاجر مایوس شد به صورت پیرمرد نزد ابراهیم رفت و گفت ای ابراهیم فرزند خود را به قتل نرسان که این خواب شیطانی است. ابراهیم با کمال قاطعیت به او رو کرد و گفت ای ملعون شیطان تو هستی. پیرمرد پرسید ای ابراهیم آیا دل تو را می دارد که فرزند محبوبت را قربان کنی؟ ابراهیم گفت سوگند به خدا اگر به اندازه افراد شرق و غرب فرزند داشتم و خدای من فرمان می داد که آنها را در راهش قربان کنم تسلیم فرمان او بودم. ابراهیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف شیطان او را از خود دور ساخت. شیطان از ابراهیم علیه السلام ناامید شد و به همان صورت سراغ اسماعیل رفت و گفت ای اسماعیل پدرت تو را به قتل برساند. آیا حاضری؟ اسماعیل گفت برای چی؟ شیطان گفت میگوید فرمان خدا است. اسماعیل گفت اگر فرمان خدا است در برابر فرمان خدا باید تسلیم بود. چند سنگ برداشت و با سنگ به شیطان حمله کرد و او را از خود دور نمود. ابراهیم فرزند عزیزش، میوه دلش و ثمره یک قرن رنج و سختی هایش اسماعیل عزیزتر از جانش را به قربانگاه آورد. با او گفت فرزندم، در خواب دیدم که تو را قربان می کنم. اسماعیل این فرزند رشید و با کمال که براستی شرایط فرزندی ابراهیم را دارا بود، بیدرنگ در پاسخ گفت، ای پدر، فرمان خدا را انجام بده. به خواست خدا مرا از مردان صبور و با استقامت خواهی یافت. و او برای پدر قبل از قربانی چنین گفت ای پدر وصیت من به تو این است که دست و پای مرا محکم ببند تا مبادا وقت تیزی کارت بر من رسید حرکت کنم و لباس تو خونالود گردد. وقتی به خانه رفتی به مادرم تسلی خاطر بدی و آرامش بخش او باش. مرا در حالی که پیشانیم روی زمین است و در حال سجده هستم قربان کن که بهترین حال برای قربانی است. وانگهی چشمت به صورت من نمی افتد و در نتیجه محبت پدری بر تو غالب نمی شود و تو را از اجرای فرمان خدا باز نمی دارد. ابراهیم دست و پای اسماعیل را با تناب بست و آماده قربان کردن اسماعیل عزیزش شد. روحیه عالی اسماعیل در راه در اجرای فرمان کمک میکرد. ابراهیم کارد را بر حلقوم اسماعیل میگذارد و برای اینکه فرمان خدا سریع اجرا گردد کارد را فشار میدهد. فشار محکم اما کارد کار نمیکند. ابراهیم ناراحت میشود از این رو که فرمان خدا به تأخیر میفتد.
با ناراحتی کارد را به زمین می اندازد. کارد به اذن خدا به زبان می آید و می گوید. خلیل به من می گوید ببر، ولی جلیل خدای بزرگ مرا از بریدن نهی می کند. ابراهیم از اسماعیل کمک می خواهد، به او می گوید فرزند چی کنم؟ اسماعیل می گوید سر کارد را مانند نهر کردن اشتر در گلونم فرو کن. ابراهیم می خواست پیشنهاد اسماعیل را عمل کند و در همین لحظه ندای خدا به گوش ابراهیم می رسد. هان ای ابراهیم، فرمان خدا را با عمل تصدیق کردی. همراهی ندا گوسفندی که مدتها در صحرای الفزار بهشت چریده بود نزد ابراهیم آورده شد. ابراهیم ندای شنید که از اسماعیل دست بردار و به جای او این گوسفند را قربان کن. خداوند تشنه خون نیست، نمی خواهد آدم بکشد، بلکه می خواهد آدم بسازد. ابراهیم و اسماعیل با این همه عیسی را بندگی و استادگی در سخت‌ترین امتحانات الهی قهرمانانه فاتح شدند. در نتیجه پی می‌بریم که قصه ابراهیم و اسماعیل قصه کشتن و خونریزی نیست، بلکه قصه ایثار و استقامت و فداکاری و تسلیم حق بودن است. تا ابراهیمیان تاریخ بدانند که باید اینچنین به سوی خدا رفت، از همه چیز برید و سر به آستان الله نهاد. چرا که تا انسان اینچنین نفسکاش، ابلیس برانداز، ایثارگر و مرد میدان نباشد، نمیتواند ابراهیم شود. پایان داستان.